امروز 14 مرداد درست برابر با 150 سالگرد صدور فرمان مشروطیت، موضوعی که به هر حال در جریان انقلاب سال 57 هم بسیار به اون ارجاع داده میشد و بحث‌های زیادی در این باره وجود داشت. از جمله کسانی که از شاه انتقاد می‌کردند در اون زمان کسانی بودند که بیشتر به عنوان مثال در جبهه ملی متشکل شده بودند و طرفدار قانون مشروطه بودند، علیه در واقع سلطنت یا برای سرنگونی سلطنت اقدام نمی‌کردند، اما در این حال معتقد بودند که شاه باید سلطنت بکنه و حکومت رو به دولت واگذار بکنه. با وجود این در تمام اون سالها به ویژه بعد از 28 مرداد اونها برای فعالیت سیاسی با موانع و مشکلاتی مواجه بودند و این تا ماهای آخر سلطنت شاه ادامه داشت. به نظر شما اصولا چون این انتقادی آیا وارد هست که شاه در اون زمان قانون اساسی رو نقض میکرد، به قانون مشروطیت و دستاوردهای مشروطیت در واقع توجه نمیکرد و به نوعی یک حکومت خودکام از نگاه منتقدین رو در واقع شکل داده بود؟ اولا خوشحالم که امروز این صحبت با من میشه که سال روز مشروطیته، که خیلی جالبه و در تاریخ ما مهمه. اون مطالعی که میگین از طرف جبهه ملی، واقعا فکر نمی‌کنم امروز من در موقعیتی باشم که بخوام برگردم به چند 50 سال پیش و بحث و گفتگو کنیم در این مورد، برای که اون اتفاقاتی که در سال 57 افتاد خب خیلی مسائل مختلفی بود که به اونجا رسید. به طور خلاصه بگم که پادشاه واقعا پیش از 28 مرداد به طور واقعا طبق قانون اساسی و مشروطه سلطنتی سلطنت و پادشاهی میکرد، ولی خب به دلیل اتفاقاتی که افتاد شاید بیشتر قدرت رو در دست خودشون گرفتن و شاید مملکت در شرایطی بود که بعضی وقتا مجبور میشدن که این کارو بکنن. حالا میگم من نمیخوام وارد این موضوع بشم برای که بحث طولانی است. برگردیم به سالهای 57 و 56. خب باید خودش آدم بذاره در اون موقعیت که وضع ایران چی بود، مردم چی میخواستن، چی میگفتن، فشارهای خارجی چی بود و مسائل مختلف بود. همیشه من میگم که نمیگم گرفتاری نبود، یه مشکلاتی بود، ولی مملکت ما من معتقد بودم با تغییراتی که شد بود واقعا یک پایه و اساس اجتماع درستی شده بود و این تغییرات احتیاج به چنین انقلابی نداشت، اگر که واقعا همه حس میکردن که کجا میرن. ولی متاسفانه با گروه های سیاسی مختلفی که بودن، که ایدئولوژی های مختلف، که بعضی مخالف سلطنت بودن و البته شعارشون دموکراسی بود، در صورتی که ما میدونیم که با اون ایدئولوژی ها در اون ایدئولوژی ها دموکراسی وجود نداره، برای که من تو این تمام این ممالک رفته بودم و یه عده هم واقعا میخواستن که بازتر بشه از لحاظ سیاسی. و بعد خب تمام تبلیغاتی که از جاهای مختلف، گروه های مختلف، مذهبیون، روحانیون، با وجودی که خیلی از روحانیون مهم ایران مخالف بودن با این چیزی که داره اتفاق میفته، و مطمئنن فشارهای خارجی که اون موقع چقدر حملات به ایران میشد از طرف روزنامه ها، رسانه ها در آمریکا، در اروپا، انگلیس، فرانسه، که همیشه من میگم که بعد از اینکه ما از ایران آمدیم چطور چندین سال هیچ کسی دیگه از حقوق بشر صحبت نکرد. چون واقعا میگم وارد اون مسائل قبل نمیشم، ولی اون موقعی که آقایون بختیار و سنجابی و آقای فروهر اون نامه سرگشاده رو نوشتن، خب من ازش خبر داشتم، ولی باز واقعا بگم که اونقدر وارد مسائل نبودم که ببینم چطور شد اون موقع صحبت نشود یا یه گزارشاتی راجع به این آقایون به علیزاده دادن، واقعا نمیتونم قضاوت کنم. یادم هست که درست نمیدونم چه موقعی، خب اینقدر
تمام کسایی که طرفدار بودن یا کار کرده بودن در دولت انقدر همه رو اسمشون رو خراب کرده بودن و بلد بودن، میدونی یه سیستم شستشوی مغزی عجیب غریبی بود که اثر میذاشت. که چه کسانی؟ نه مثلا چه کسانی خراب میکردن چهره رو دیگه نمیدونم. تمام اینایی که مخالف بودن خیلی بلد بودن کارشون، خیلی خوب بلد بودن این گروه های مختلف که چجوری خراب کنن، چجوری دروغ بگن. ما تا بیاییم ثابت کنیم که این دروغه دیگه اون چیز منفی شده بود. مثل بهتون بزنم، موقعی که صدای علزت رو ضبط کرده بودن و پخش کردن که یه مقدار صدای علزت بود و من کاست من گوش دادم و خیلی افسوس میخورم که با خودم نیاوردم، یه مقدارش معلوم بود که یه کسی دیگه از طرف ایشون صحبت میکنه که دستورات عجیب غریب میده، صدای ایشون رو تقلید میکرد. تا اینی که ما این کاست رو بفرستیم تو آمریکا برن ببینن که نه درست نیست و از لحاظ علمی بگن که این صدا همون صدا نیست، دیگه چیز شده بود، خرابی شده بود، مردم اینو باور میکردن. یا مثلا داستان سینما رکس که خیلی باور کردن که خود دستگاه کرده. میدونی تمام این چیزا خیلی ماهرانه اون گروه هایی که مخالف بودن میکردن. بله، ولی در همون زمان، حالا به جدا از مخالفانی که شما صحبت میکنید و دارید به اونها اشاره میکنید، کسانی هم بودن که با اصل سلطنت خاندان پهلوی مشکلی نداشتن و میخواستن در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنن، اما اونها هم منتقد بودن، منتقد وضعیت بودن و از شرایط مختلفی، در واقع از نبود آزادی های سیاسی تا رواج فساد صحبت میکردن، انتقاد میکردن. اما به اونها هم در واقع، آیا اونها هم اشتباه میکردن در اون مورد؟ هم در واقع موضوعی مثل همون تقلید صدا بود؟ نه نه، اونها نه، برای که میگم یه عده‌ای که شعارشون دموکراسی و آزادی بود، بعضی اصلا مخالف پادشاهی و سلطنت بودن، ولی یه عده زیادی واقعا میخواستن که آزادی بیشتر باشه، آزادی سیاسی بیشتر باشه و اعتقاد داشتن به مشروطه سلطنتی. مثلا میگم در اون ماهای آخر که ما سعی میکردیم، خب افراد مختلف رو میدیدیم، هم من هم علزت، از وزیر سابق، از سفیر سابق، از استاندارا، از وکلای مجلس، از همه که میامدن این نظر میدادن و نظر دادن که خوبه که تماس بگیریم با آقای داریوش فروهر، که در اون موقع من الان یادم نیست از طریق کی تماس گرفتیم و یه چیزای مطالبی برای من فرستادن که خب درخواستای مختلف بود و یادم هست که یکی از مطلب این بود که از اعلیحضرت رو با احترام از سلطنت کنارگیری کنن، ولی عهد بیاد و ایشون اعتقاد داشتن که سلطنت مشروطه برای ایران خوبه در سیستم ژئوپلیتیکی که ایران هست. ولی بعد اونجا یه یادداشتی گذاشته بودن که اگر بتوان رضایتنامه آیت الله رو به دست آورد و تنها در این مورد احتمالش هست و بس. خب پس در چه زمانی بودی؟ والا نمیتونم الان بگم کی، ولی در همون موقعی که دیگه همه می آمدن که می گفتن آیا یک کمی پیش از آقای بختیار بود، ما در کاخ نیاوران بودیم، لابد همون چندی ماه آخر بود. البته الان اینو میگم خیلی باعث تأسفه که واقعا ایشونو و خانومشونو با اون وضع فجیعی به قتل رسوندن و روانشون شاد باشه. آقای سنجابی موقعی که حالا بعد به آقای بختیار میرسیم صحبت میکنیم، موقعی که آقای بختیار قبول کردند که با علازت ملاقات کنن، گفتن یکی از شرایط من این است که آقای سنجابی را از زندان آزاد کنند، که من به علازت گفتم و این کار شد. منتها آقای سنجابی آمدن و یه نطقی کردن در متن آیت الله خمینی و بعدم بعد از چند روز رفتن به نفل لشتو. نمیگم که عیب و ایراد نبود، الان هم تمام این سال ما میشینیم فکر میکنیم که اگر این اگر اون، هم اگرها از طرف سیستم، هم اگرها از طرف مردم. برای که یه ایده ای که این کارا رو میکردن، میگم همه مخالف سلطنت نبودن، ولی یه ایده
معتقدم فکر میکردن با شعار مذهبی خیلی راحت تره که شاه از مملکت بره تا شعار دیگه ای، و فکر میکردن که اگر شاه بره اونها قدرت رو به دست میگیرن، که تشکیلات خمینی از اونها استفاده کرد، بعد دیدیم چطور خیلی هاشون رو از بین برد. سوالی که مطرح میشه یک بار من به شکل دیگه میپرسم از شما، همونطور که اشاره کردید به عنوان مثال، حتی در زمانی که شاه کسانی مثل دکتر بختیار رو مورد توجه قرار داده بود برای سمت نخست وزیری یا قبلش با دکتر صدیقی صحبت کرده بود، حتی در اون زمان کسی مثل آقای سنجابی در زندان به سر می برد. شما اشاره کردید که شاه موافق در واقع پادشاهی مشروطه بودن، اما شرایط رو مناسب نمی دادن به دلایل مختلف. تا سال 57 که در واقع به کسانی که در واقع اصرار داشتن بر اجرای قانون اساسی مشروطیت پیشنهاد نخست وزیر دادن، آیا در واقع باید حتما یک بحرانی شکل می گرفت تا اون افراد خواسته هاشون مورد توجه قرار می گرفت؟ فقط اون افراد نبودن، منظورم اینه به قانون اساسی مشروطیت. بله طبیعتا الان بعد از اینکه آدم میبینه چه اتفاقی برای مملکت افتاد، و اگر این اتفاق نیفتاده بود ما الان ایران و ایرانی کجا بودن، میگم فکر میکنیم که ای کاش قبلا فقط تقاضاها شاید این نبود یا از یه عده این تقاضا بود، یک برنامه هایی بود یا دولت یا وزرا یا تمام سازمان های چیزایی که به اینجا نمیرسیدیم. دکتر بختیار از شما نقل کرده که وقتی در مصر شما رو دیده، شما بهشون گفتید که اگر 3 ماه زودتر شما نخست وزیر شده بودید ما همه الان تهران بودیم. در کتابشون این جمله هست. سوال اینه که اگر واقعا امکان تغییر مسیر وجود داشت، چرا شاه پیش از اون در واقع به چنین تصمیم نرسیده بود؟ آیا پیشنهاد نخست وزیری به منتقدان میشه این رو به این معنا قلمداد کرد که آخرین چاره یا آخرین تدبیر بود برای شاه فقید، و ایشون در واقع در شرایط معمولی حاضر نبود چون این روی کردی داشته باشه؟ این رو واقعا من نمیتونم به جای ایشون صحبت کنم. ببینید اینا همه اگرهاییست از طرف تشکیلات و سلطنت، که یه مقدار اگرهای دیگر هم برای مردم دیگه که این کار رو کردن مطرح میکنه. داستان آقای بختیار به این شکل شد که موقعی که تیمسار ازهاری نخست وزیر بودن و گرفتاری قلبی داشتن و کناگیری کردن، فکر میکنم تماس گرفتن با آقای صدیقی. آقای صدیقی که میگن خیلی خوشنام بودن و خیلی احترام داشتن میان مردم، 15 روز خواسته بودن تا اینکه دولت رو تشکیل بدن و فکر میکنم قبول کرده بودن. تیمسار مقدم و تیمسار اویسی آمدن پیش من و گفتن که آقای صدیقی 15 روز خواسته، ولی اگر تا 3-4 روز دیگه الحضرت نخست وزیر رو انتخاب نکنن، ممکنه که اینایی که شلوغ میکنن تو شهر و تظاهرات میکنن اصلا بیان به کاخ حمله کنن، چرا که ایشون فکر آقای بختیار رو نمی کنن که جوانتر هستن و ممکنه ایشون قبول کنن. من میدونستم و بعدها بیشتر فهمیدم که آقای بختیار به هر صورت غیر مستقیم تماسایی با توسط افراد مختلف با الازد داشت. یعنی قبل از اینکه شما به بایشون دیدار بکنید یه همچی چیزیش، یا اینجوری اینطوری شد که من با آقای بختیار ملاقات کردم. شما اولین بار به کی دوی آقای بختیار رو دیدید در این مناسبت؟ همون موقع، درست چند روز بعد از اینکه آقای تیمسار اصفاری دیگه نمیتونستن نخست وزیر باشن. یعنی تنها چند هفته قبل از اینکه آقای دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر معرفی بشن؟ بله، ممکنه حتی چند روز. دکتر هوشنگ ناوندی، رئیس دفتر سابق شما، در خاطراتی که منتشر کرده صحبت از این کرده که شما از چند ماه قبل با شاپور بختیار ملاقات داشتید و ایشون احتمال داده که چه بسا شاه هم از این دیدارها خبر نداشته، از جمله در ویلایی در شمال کشور، بله ویلای متعلق به محمد علی قطبی. ببینید
افراد خیلی چیزا می نویسن و واقعا باعث تأسف یه کسایی که به خصوص نزدیک آدم بودن و یا نزدیک من بودن یا اخلاق منو می شناسن و به دلایل مختلف روزگار یه مطالبی می نویسن که درست نیست. از افرادی هم که کتاب می نویسن می دونید چطوری بگم، بد به حالشون موقعی که دروغ می نویسن. می دونید اگر یه کسی باشه که مخالف سیاسی آدم باشه، از اول بوده، خب آدم میفهم، بعد میگه شعار میده غیره نظرش، ولی یه کسایی که نزدیک بودن و با اون حالت بعد میان یه چیزای دروغ میگه، واقعا بد به حالشون. من دلیلی نداره که انکار کنم یه همچی چیزی، این حقیقتی که پیش آمده. من اصلا آقای بختیار نمیشناختم، من آقای صدیقه نمیشناختم، من آقای سنجابی نمیشناختم، من تو کارهای خودم بودم، فرهنگی، من اجتماعی، غیره. این درست این چیزیه که بهتون میگم، داستان لازم نیست تعریف کنم، که همینی که بهتون گفتم تیمسار اویسی و مقدم آمدن، من اون موقع رفتم اینو به علازت گفتم، بعد اونو گفتن که آقای بختیار نمیخواد بیاد کاخ ملاقات کنه، به علازت گفتم اگه میخواین من برم با ایشون صحبت کنم، که گفتن برو، چون ایشون نمیخواست بیاد کاخ، من گفتم برم خونه یه کسی، خونه مادرم در کاخ سعدآباد بود که نمیشد، گفتم میام خونه خانم قطبی که زندایی منه، خودشم از خانواده بختیاریه، شاید که ایشون اونجا بیان، البته میتونستم برم خونه یه کسی دیگه هم برم. بعد ایشون آمدن و خب مطالبشون رو گفتن و حرفا رو زدن و اینا، بعد همجور که گفتم گفتن که من قبول میکنم به شرطی که همین آقای سنجابی رو از زندان آزاد کنن. و من اون موقع آقای بختیار رو دیدم و یه دفعه دیگه که باشون صحبت کردم، یکی دوتا از وزرامون به من تلفن کردن که پاسپورت میخواستن که برم بیرون و از من خواستن که با آقای بختیار تلفن کنم که مثلا پاسپورت براشون بگیرم، که این البته بعد از نخست وزیریشونه. البته قبل در واقع قبل از نخست وزیری شما در مجموع قبل از این که دکتر بختیار با شاه ملاقات بکنه چند بار ایشون رو دیدی؟ همون یک بار خونه خانم قطبی. بعد گفتم دفعه بعدی که باشون صحبت کردم پای تلفن، تقاضای دو تا از وزرامون بود که برای پاسپورت، اتفاقا یکی همین نمیخوام حالا اسم ببرم ولی چون اسم بردید، یکی آقای نهاوندی بود که پاسپورت بگیرن که برن بیرون. برای من خیلی مشکل بود که اولین چیزی که پای تلفن با آقای نخست وزیر جدید بگم که اصلا نه من میشناسه، من یه تقاضای خصوصی بکنم، ولی با وجود این تلفن کردم و ایشون گفتن که اگه همه طرفداران برن دیگه کسی نمیمونه. بعد دفعه بعدی که من با آقای دفعه بعد که روزی بود که از فرودگاه مهرآباد می رفتیم که ایشون آمدن و حتی یادم عشق تو چشمانشون بود، و بعد موقعی که بعد از جریاناتیشون مجبور شدن از ایران بیان بیرون، ما در کوهنواکا بودیم مکزیک، که تلفن زدن که من باشون صحبت کردم و ایشون احترامشون رو گفتم به علیزاد برسونم و گفتن که مبارزه ادامه داره و من مبارزه میکنم و علیزاد ایشون رو تشویق کردن. ببخشید، شما در خاطراتتون در مورد این مکالمه تلفنی نوشتید که وقتی که دکتر بختیار تلفن کردن شما سر میز نهار بودید و شاه در واقع با ایشون صحبت نکردن و شما در از شاه پرسیدید که آیا من صحبت بکنم و ایشون جواب دادن که اگر مایلید، و بعد هم همین جمله رو نقل کردید که ایشون گفتند که مبارزه با جمهوری اسلامی رو شروع کردن و مراتب احترام خودشون رو هم در واقع به شاه اعلام کردن. چرا شاه با مایل نبود با دکتر بختیار صحبت کنه؟ آیا ایشون پرسیدید شما؟ نه نپرسیدم، ولی نمیتونم بگم، به جایش رو نمیتونم جواب بدم. بعد از این تلفن چی، آیا در تماس تماسی بود یا خیر؟ اون موقع اینقدر تماس نبود، با اون وضعی که ما داشتیم و با بیماری علیزاد از این ور دنیا به اون ور دنیا، ولی خب یه خبرهایی داشتیم. بعد که ما آمدیم به قاهره بعد از فوت علیزاد که آقای بختیار آمدن
به قاهره که من دیدم ایشون رو، صحبت کردیم راجع به مسائل مختلف، ایشون هم ملاقات های دیگه داشتن، ولی در این مدتی که ما قاهره بودیم و ایشون در پاریس، توسط نه مستقیم ولی افرادی که می آمدن پیغام می بردن، پیغام می آوردن، تماس داشتیم باشون. شما فقید هرگز ارزیابی داشتن از دوران نخست وزیری دکتر بختیار؟ من یادم نمیاد در اون موقع چیزی گفته باشن، ولی میدونید در اون موقعی که دکتر بختیار، که باید بگم واقعا با شجاعت یه همچین موقعیتی رو قبول کردن، برای که در اون شرایطی که مملکت واقعا اینقدر شلوغ بود و همه منتظر بودن که آیت الله خمینی بیاد و درهای بهشت رو براشون باز کنه و افرادی که برای ایشون آیت الله خمینی کار میکردن از فرانسه و از آمریکا که ایشون آزادی میخواد، آزادی زنان و غیره، تمام این شعارهای و هرچی مردم بخوان میده، و ارتش هم به هر صورت ضعیف شده بود، فکر میکنم اصلا دیگه نمیتونست کنترل کنه، با اعتصاباتی که شده بود از شرکت نفت، اصلا بنزین به کامیوناشون، به تانکاشون نمیرسید، خیلی مشکل بود. من البته نبودم اونجا که ببینم، میگم خود ما در یه شرایطی بودیم که نمیگم خبر نداشتیم، داشتیم. و بعد موقعی که ارتش میگن بی‌طرفی خودشو اعلام کرد، دیگه دکتر بختیار تنها موند و حالا ارتش چرا این کار کرد، یه کسی در داخل بودن، آیا به قول معروف اون آقای هویزر بود که رفت مجبورشون کرد، دیگه خب دکتر بختیار نمیتونست دوام بیاره که ایشون آمدن بیرون دیگه. بله بله، به بحث قبلی برگردیم. شما فرمودید که تیمسار ناصر مقدم، رئیس وقت ساواک در واقع به عنوان تیمسار اویسی، دکتر بختیار رو به شاه معرفی کردن و همین باعث شد که به دلیل خودداری دکتر بختیار به اومدن به کاخ، شما با ایشون در منزل خانم قطبی دیدار کردید. در شرایطی که دکتر بختیار تا اون زمان جزو مخالفان بود و بارها در واقع بازداشت و بازجویی شده بود، از جمله بعد از امضای اون نامه سرگشاده در سال 56، فکر میکنید که چگونه ساواک به چنین جمع‌بندی رسیده بود که کسی مثل دکتر بختیار رو پیشنهاد بکنه؟ دیگه نمیدونم، افراد هم میومدن، افرادو معرفی میکردن که اینو ببینین، اونو ببینین، اینا مهمن، اثر دارن تو جامعه، احترام دارن تو جامعه، چون لابد دیگه کسی بلازد در نظر نداشتن یا به کسی رو به فکر فکرشون نمیرسید. چندین نخست وزیر آمدن و نتونستن اوضاع رو آروم کنن. حالا چرا ایشون گفتن من نمیدونم، شاید فکر کردن که، و ایشون هم دکتر بختیار که اومدن کار کنن واقعا میخواستن مملکت رو نگه دارن. یکی از بحثایی که در اینجا همواره وجود داشته، سوالی که وجود داره، این است که پیش از اون کسی مثل غلام حسین صدیقی پذیرفته بود که نخست وزیر بشه، اما شرطش در واقع این بود که شاه در کشور باقی بمونه. در صورتی که دکتر بختیار در واقع شرطش یا به حال موافقت داشت با خروج شاه از کشور، که ظاهرا تمایل خود شاه هم بوده، گفته میشه ما بحثایی شده که از چند ماه قبل در واقع شاه به این فکر افتاده بود، اندک اندک همزمان با بالا گرفتن نارامی ها در کشور، که ایران رو ترک بکنه. آیا چنین امر صحت داره؟ اصولا کی شما یعنی و شخص شاه و جناب علی به این فکر افتادید که باید کشور رو ترک کنه؟ چند ماه فکر نمی کنم، واقعا از یه ماه قبل از آمدن بیرون یا حتی کمتر، که علیزاد فکر میکردن که اگر با این حالتی که در مردم هست، شاید اگر ایشون برن خارج مقدار مردم آرام بشن و شاید اوضاع تغییر کنه، که متاسفانه نشد. دیگه همطور که میگین دکتر بختیار موافق بود که ایشون برن بیرون، ولی دکتر صدیقی نه. دکتر صدیقی از جمله استدلال میکرد که باقی موندن شاه در کشور باعث میشه که ارتش از هم نپاشه، به دلیل ارتباط مستقیمی که ارتش با شخص شاه داشت. چرا فکر میکنید که شاه به خاطر همین مسئله در واقع در نهایت نتونستن با دکتر صدیقی به توافق برسن؟ یعنی اصرار شاه برای خروج از کشور و نپذیرفتن شرط دکتر صدیقی رو
چه میدونید و پیامدهاش رو الان چجوری میبینید؟ واقعا باز میگم من نمیتونم از طرف ایشون اظهار نظر کنم، با منم در این مورد صحبتی نکردن، ولی اگر فکر میکردن که در اون موقع رفتن ایشون بهتره، در اون موقع این فکر رو میکردن. ولی موقع که علیزاده رفتن به ارتش دستور دادن که به هر صورت نخست وزیر جدیده و شما باید همکاری کنید با نخست وزیر. دیگه همه چی به هم خورده بود دیگه. ببینید هم توی دستگاه، هم توی ارتش، هم توی مردم، که خب اگه یادتون شما که میگین 7 سالتون بود، ولی چیکار میکردن مردم تو خیابون؟ اصلا حتی آقایون خیلی فهمیده و تحصیل کرده عکس آیت الله رو در ماه دیده بودن، نمیدونم ریشه ایشون رو در قرآن دیده بودن، فکر میکردن ایشون میاد دیگه همه چیز رو درست میکنه. و میگم بعضی از انفیگای دولت های خارجی هم اصلا کاسه از آش داختر برای انقلاب. من خود روزنامه نویسا به من میگفتن در پاریس توی که از این رستوران های پاریس روزنامه های فرانسوی با مخالفین میشستن چی بحث میکردن، بس که انقلاب ایناست. حالا هم که نتیجه شو دیدن متاسفانه. میگم ببینید درسته که همه میخوان بدونن چی گذشت نگذشت، هر کسی هم یه مطالبی مینویسه، شما برنامه تون همین هست، ولی میگم بهتره این روزها آدم فکر کنه که امروز چی کار کنیم که دیگه اشتباهات گذشته نشه. امروز باز روی مسائل 50 سال پیش 60 سال پیش نمونیم که برای جوان 17 ساله 20 ساله 30 ساله ایران دیگه اصلا مطرح نیست. این جوانهای مردم میخوان بهتر زندگی کنن. به هر صورت تاریخ نوشته میشه و تاریخ هم داره نوشته میشه. هر کسی هم که کتاب مینویسه طبیعتا میخواد خودشو خوبه بکنه، که نمیگه که من اشتباه کردم، ولی خب از تمام میونه اینها حقیقت برمیاد. اون چیزی که برای من امروز واقعا مهمه اینه با تمام این دشمنی ها و دروغ ها، خب خیلی میشنوم که مردم در ایران میگن که از شاه صحبت میکنن که خدا بیامرزتش، نور به قبرش بباره. خب این برای من خیلی مهمه. به مسائل در واقع امروز اشاره کردی. وقتی که دکتر بختیار به خارج از کشور اومدن، فعالیت خودشون رو شروع کردن، در همون سالهای اول که ایشون اومده بودن تلاش شد که ترورشون کنن، ناموفق بود، و به هر حال 13 سال بعد از این که در واقع از نخست وزیریشون کنار گذاشته شده بودن و به خاطر انقلاب و دولتشون سقوط کرده بود، در حومه پاریس ترور شدن. و خب این پرونده فراز و فرودهای مختلفی داشت، از جمله این که یکی از محکومان قتل ایشون سال گذشته آزاد شد. شما ارزیابیتون از این پرونده چه هست؟ و به هر حال در جریان انقلاب شما چند بار اشاره کردید به نقش دولت‌های غربی از جمله فرانسه، بریتانیا، آمریکا، و همونطور که شاه هم در واقع اونها رو مورد انتقاد قرار داده بود و همواره این قضاوت رو داشت که اونها نقشی منفی علیه سلطنتیشون بازی کردن. آیا فکر میکنید که در جریان این پرونده هم انتقادهایی به دولت فرانسه مطرح هست؟ پیش از این که اینو بگم، میخواستم بگم که آقای بختیار تماس داشتن با شاهزاده رضا پهلوی در اون مدتی که فعالیت میکردن، موقع که ایشون به فرانسه میامدن، و خیلی احترام متقابل به هم داشتن و حسن نیت، و شاهزاده رضا خیلی با احترام با ایشون رفتار میکرد و بالعکس. خب طرزی که ایشون به قتل رسید واقعا طرز فجیع وحشتناکه در یه مملکتی مثل فرانسه، و از اون بدتر. خب اون موقع من دنبال کردم یه مقدار بدونی که وارد تمام جزئیات بشم که چجوری اونهایی که باعث قتل ایشون بودن یا برگشتن ایران یا بعد از چند سال آزاد شدن، خیلی باعث تأسفه. یعنی واقعا آدم میبینه که به هر صورت ببینید ممالک به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشونه، دلشون نه برای آقای بختیار سوخته، نه برای اون خانومی که بدبخت سنگسار میشه در ایران، یا به اون جوونی که شکنجه میشه یا بهش تجاوز میشه. اینا به دنبال منافع خودشونن. طبیعتا در این جریان خیلی چیزا پیش آمد که
اونطوری که باید اونهایی که قاتلین دکتر بختیار بودن تنبیه نشدن دیگه، بعد مثلا چندین نفر رو اینجا به قتل رسوندن، هم تیمسار و ویسی، هم اول از همه شهریار شفیق، بعد اسمون آقای برومند، بعد یه جوان اسمشون یادم رفت، سروش کتیبه منشیه توی دور وقتی هم منظورتونه یا نه نه یه کسی دیگه. به هر صورت خب میدونید من موقعی که مقایسه میکنم اون موقع مثلا ایراد میگرفتن که مثلا یک نفر سواکی تو سفارته، در صورتی خب تمام سفارتهای دنیا مامورین مخصوصشون رو دارن. بعد ما ببینیم چی اتفاق افتاد در فرانسه و چی اتفاق افتاد بعد در ایران که سکوت کنه. حالا خوشبختانه این اواخر یه مقدار صحبت میکنه، طبیعتا یه منافعی بوده که درست عمل نکرده قضاوت آمریکا، نه یعنی فرانسه. به هر صورت خاطره تمام این افرادی که مبارزه کردن و کشته شدن متاسفانه به دست جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند در تاریخ ایران. و چیزی که مهمه اینه که این مبارزه ادامه داره، هم از به خصوص جوانان و زنان شجاع ایران و تمام کسانی که در ایران با تمام این فشارها برای بهبود زندگیشون مبارزه میکنن و خیلی از افرادی که در خارج از ایران هستن مبارزه میکنن. و این مهمه و من همیشه میگم و امید دارم و میخوام اعتقاد داشته باشم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایرانم سمندروار از خاکستر خودش برخواهد خواست. میخواستم اضافه کنم که فکر میکنم امروز مصادف با کشته شدن فریدون فرخزاد اگه اشتباه نکنم، و خواستم بگم که روانش شاد و هنرمند واقعا با استعداد و شجاعی بود که اون هم به دست این جمهوری اسلامی به وضعیت فجیعی کشته شد. به هر صورت همطور که گفتم در تاریخ انسان ها قضاوت میشن در یه ترازو که چقدر خدمت کردن و چقدر اشتباه کردن، و مهم اینه که ایرانی ها بدونن که هر کدوم از ایرانیان چه خدمتی به مملکت کردن و چه اشتباهاتی. خیلی متشکرم.